مراسم و دعای مجاهدین در لیبرتی برای بهبود و سلامت آندرانی. آندرانیک آساتوریان، تاریخچه مجسم نیم قرن هنر و موسیقی ایران. هموطنان عزیز، بیگمان از بیماری و بستری بودن هنرمند برجسته میهنمان آندرانیک آساتوریان اطلاع دارید. آن دو به راستی خودش تاریخچه مجسم بیش از نیم قرن هنر و موسیقی ایران است. توجه شما را به مراسم و دعای مجاهدین در زندان لیبرتی برای سلامت و توفیق یار همیشگیشان جلب می‌کنیم. آندرانیک عزیز، آندرانیک بسیار عزیز، سلام میکنم. امیدوارم که حالت خوب باشه و امیدوارم که حالت خوب بشه. واقعیت اینه که هممون توی لیبرتی بهت افتخار میکنیم و من هر وقت که صحبتت میشه میخوام کوتاه بگم نکته‌ای که دارم رو. هر وقت که صحبتت میشه بحث هنر و بحث تعهدی که سر هنرمند هست رو همیشه به یاد من میاری. این که تو کسی هستی که چون هنر جنسش جنسیه که متعلق به مردم، متعلق به خلق، تو این قیمت رو، این بها رو از کاری که داشتی انجام میدادی و کاری که سالهای ساله که داری انجام میدی پرداختی و در حالی که توی اون طرف قضیه یه سری هستن به اسم هنرمند اما به واقع هنرفروش هستن، اما این همون هنرمندی تو و اینکه خودت رو وقف خلقت کردی هستش که باعث فخر و شرف همه ما اشرفی هاست و همیشه نه تو رو اونور دنیا که حتی اگه اونور دنیا باشی هم در کنار خودمون میدونیم. برات آرزوی سلامتی میکنم. به خانم آیده گرامی هم سلام میکنم، چون هر بار که دیدم که شما صحبت کردی از خانم آیده گرامی هم اسم بردی، یاد کردی و نقششون در کاری رو که در رابطه با مقاومت داری انجام میدی رو همیشه برجسته کردی. موفق باشی ایشالا. افتخار میکنم که توی خونه ای هستم که تو هم توی اون خونه هستی، هرچند به ظاهر فاصله مون خیلی زیاده ولی من این فاصله رو هیچ وقت حس نکردم. به همین خاطرم آرزو میکنم که هرچه زودتر خوب بشی و سلامتی به برگرده و رو در روی همدیگه یک روزی که ایشالا نزدیکه همدیگه رو ببینیم. همین بالاترین افتخار ما، من و تو و بقیه اینجا، اینه که مجاهدیم. و یاد یه شعری افتادم وقتی کلیپ تو دیدم که گفتی ما همه مجاهدیم و بالاترین افتخار اینه که گفتند از حادثه لرزند به خود قصر نشینان، ما خانه بدوشان، یعنی ما مجاهدین غم سیلاب نداریم. وقتی شنیدم که مریض شدید خیلی ناراحت شدم، ولی میدونم باز هم با اون اراده اشرفی که دارید بدون شک خیلی زود انشالله دوباره صحیح و سالم برای ما اون آهنگای زیباتون رو میسازید. هر جا که تو باشی و هر جا که ما باشیم دلامون پیش همه و تو هم همونطور که خودت میگفتی یک مجاهد اشرفی، یک آندوی اشرفی هستی. آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم هر چیز زودتر همدیگر رو ببینیم. موفق و پیروز باشیم. برات آرزوی سلامتی میکنم. روزی نیست که به فکر نکنم و برای سلامتی دعا نکنم. امیدوارم که هر چیز زودتر سر حال بشی. آندو عزیز سلام. من شاید بهتر بود وقت رو میدادم به بچه های دیگه که
همه مشتاقن با تو صحبت بکنن، چون در طی یکی دو هفته اخیر خب هر شب و هر روز با در تماس بودم و ولی خب خودم شخصا هر فرصتی رو که پیش بیاد که بتونم ارادت قلبی خودم رو به تو بیان کنم و همچنین از طرف بقیه بچه ها، از این فرصت حتما استفاده می کنم. امیدوارم که به عنوان همرزم اشرفی ما هر چه زودتر سلامتیت و صحت و سلامتی خودتو به دست بیاری و دوباره ترانه خون اشرفی ها باشی. اولین بار که من ملاقاتت کردم که اگه یادت باشه اومده بودی بغداد، حالا تصویری اول تصویر دیگه‌ای داشتم، چون از دهه 50 اسم آندرانیک بود که همیشه توی رادیو تلویزیون ما میشنیدیم، خب همیشه مشتاق بودم با این شخص بزرگ آشنا بشم. ولی اون چیزی که در وهله اول به چشم می‌زد افتادگی، متواضع بودن و فروتنی تو بود که جلب توجه می‌کرد و سرحالیت و شوخ طبعیت که آدم اصلا نمیتونست باور کنه که این آندو همون آندویی که مستمرن اسمش تو هر روز داره تو رادیو تلویزیون برده میشه. آندو عزیز سلام، به سلام میکنیم. ما امشب اینجا جمع شدیم که هم به تو سلام کنیم، هم یک عرض ادبی بکنیم و هم آرزوی سلامتی برات بکنیم با تعداد زیادی از بچه‌ها که اینجا نشستن. آندو جان سلام، منم سلام عرض میکنم بهت. فقط خواستم دیگه زیاد وقت رو نگیرم، این که بگم دوباره این دو اومدن که به آندو شعری تقدیم کنن. قربانت. پر میکشم به سوی تو از غربت خودم، پر می کشم به سوی تو از غربت خودم، دلتنگیم بدون تو درمان نمی شود. پل می زنم به تو از پشت این حصار، این عشق تن سپرده زندان نمی شود. من با ترانه های تو در پرسه های خود، خواب از نگاه خسته شبها رو بودم. در زیر سقف تنگ و نفسگیر انتظار، یک لحظه از هوای تو خالی نبودم. حالا که از تو پر شده ام، فرصتی بده تا پر کشم به سوی تو با بال خسته ام. با شوقت ای رها تر از اندیشه نسیم، با شوقت ای رها تر از اندیشه نسیم، من اعتبار فاصله ها را شکستم. ما چون قلبامون به هم نزدیکه، از اینجا تا آمریکا تا اون سر دنیا خلاصه کنار همیم، یک سانت هم با هم فاصله نداریم. قربانتان بشم. باشه شکر. راستش من خوشبختانه این شانس رو داشتم وقتی که توی سازمان اومدم تقریبا سال 77-78 یک بار بتونم شما رو از نزدیک ببینم.
و اونجا چیزی که نسبت به شما خیلی ذهن منو گرفت واقعا تواضع و فروتنی شما بود، چون بالاخره نام آندرانیک برای هر ایرانی، چه اهل موزیک باشه یا چه نباشه، چه به موسیقی اصیل ایرانی علاقمند باشه چه به موسیقی پاپ، همیشه مملو و از احترام و بسیار تحسین برانگیز بوده. لااقل من معتقدم هر هنرمندی وقتی که هنر خودش رو، در واقع هنرش وقتی به نقطه تکامل خودش میرسه که هنر خودش رو در مقاومت مردمی گره میزنه، کاری که شما کردید و تمام هنرمندهای این مقاومت که بودن و هستن و در مقابل این رژیم سفاک سر تعظیم فرود نیاوردن. بزن ما لو جا و ترک نامونه در طریق عشق اول منزل گر بماند عاشقی در بند دوست سه باشد زندگانی مشکل با درود فراوان به شما و امیدوارم که مورد علاقتون واقع شده باشه. بالاترین فضیلتی که در تو هست فروتنی توست و این خیلی ارزشمنده و موسیقی خیلی جای خوبی پیدا کرده که خانه کنه در دل زلال و فروتنی مثل دل تو. افتخار میکنم که توی این مقاومت هستم که تو هم تو همین مقاومت هستی و خیلی لذت میبرم از صفای باطن تو وقتی حرف میزنی. فکر کردم دیدم که یک ترانه، یکی از ترانه‌هایی که خوندم از روی یک ملودی ارمنی برداشتمش و این ملودی ارمنی خیلی به من چسبید. دانش آرزو میکنم که الان همونو با آواز برات بخونم، امیدوارم به تو هم بچسبه، صفا کنی و حرف دلم بهت زده باشم. پرنده پشت چینه هی داره میخونه، پریشونه میدونه لال غرق خونه، یه تیکه ابر تیره هق هقش میگیره، غبار غصه از باغ آسه آسه میره، زمین تر میپوشه جامعه جوونه، بهار بی خزونش تا ابد میمونه. پرنده پرواز میکنه، باغ ورانداز میکنه، گل باغ وطن شده از بر من، زده داغ گرون بر دل دشت و دمن، ولی باغ از خون لالمون باز میشه گل افشون. با سلام خدمت اشرفی بزرگ استاد آندرانیک، دعا میکنیم که هر چیز زودتر خوب بشید. نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفاست. حکایت عشق آندرانیک ایران. بعدها چون وطن شود آزاد از ستمهای بی حد بیداد، خواهد آمد حکایتی نوتر، داستانی ز نغمه دیگر. شرح حالی ز نغمه پردازی، نغمه پردازی، پرده سازی،
و نقص ترازی. رزم دید از فدا و جانبازی، بی سپر در میان سراندازی. جوشش عشق را چو دیدی مرد، شور خونش به جوش در آورد. اشرفی شد به دام عشق افتاد، عکس وی هم به جام عشق افتاد. آندوی عزیز سلام، آندرانی که اشرفی سلام. ما امشب از رزمگاه لیبرتی میهمان شما و آیدا خانوم گرامی هستیم. پس همگی به احترام آندرانی که اشرفی میستیم، به افتخارش کف میزنیم و بهترین سلام ها و گرمترین آرزوها رو تقدیمش میکنیم. آندرانیک اشرفی، امشب شب آندرانیک. آندوی عزیز، تک تک ما اشرفی ها برای گفتن از تو و ارزش‌های تو یک سینه سخن داریم. راستی از کجا شروع کنیم؟ از کدوم کرانه دل دریای تو بگیم؟ از سرپنجه‌های هنرمندت که زیباترین غزل ترانه‌های سرزمین ما رو بر بال موسیقی نشونده، یا از موسیقی پاپ ایران که با تو و از تو دوباره متولد شد.
از درخشش نامت در آسمان هنر ایران زمین بگیم، یا از تک تک ترانه هایی که با اسم تو جاودانه شدن. آندو، خودت همیشه دوست داری که آندو صدات کنیم. آندو، اجازه بده همونطور که خودت در پیام زیبات به اشرفی ها گفتی، از پر افتخار ترین و زیباترین روزهای زندگیت بگیم، از پروبال گشودنت تو هوای مقاومت. آندو، دوستت داریم به خاطر اشرف نشان بودنت، به خاطر اینکه تو به معنای واقعی کلمه یک رزمنده راه آزادی هستی. دوستت داریم آندو به خاطر عشقت به انسانیت، به وطنت، به آزادی. آندوی عزیز، بدون که در این روزهای دشوار دل تک تک اشرفی ها با توه، با تو درد میکشیم، لحظه مره حست میکنیم و شک نداریم که با روحیه اشرف نشانت بیماری رو مغلوب خواهی کرد. پیام آقای آندرانیک آساتوریان، هنرمند بی همتا و مردمی مقاومت ایران. اشرفیان عزیزم، نور چشمان مردم ایران، از محبت‌های شما در این دوران بیماری بی نهایت سپاسگزارم. من هم یک اشرفی هستم. پر افتخارترین و زیباترین روزهای زندگیم روزهایی است که با شما بودم و برای شما سرودم و آهنگ ساختم. من در دریای محبت‌های شما درد بیماری را بهتر تحمل می‌کنم و از همه همرزمان شورایی، خواهران و برادران مجاهدم که در این دوران لحظه لحظه با من هستند ممنونم. خدا شاهد است از اول ورودم به بیمارستان با تمام احساسم به فکر اشرفی های لیبرتی بودم و به همسرم آیدا گفتم که اینجا این همه امکانات هست، در حالی که خواهران و برادران بیمارم در لیبرتی در شرایط محاصره قرار دارند و نمیدانم چطور باید معالجه شوند. به فکر مسعود بودم و شرایط سختی که در آن به سر میبرد. میدانم دشمن با تمام امکاناتش دنبال ضربه زدن به او و اشرفی هاست، چرا که به درستی آنها را دشمن اصلی و سازش ناپذیر خود میداند و به همین دلیل هم از هیچ جنایت و ترور و دروغ پراکنی توسط ماموران و مزدورانش در داخل و خارج کشور علیه مقاومت و به خصوص رهبری آن فروگذار نمی کند. و البته علتش آن استقبال روزافزون مردم ایران از این مقاومت است. جوانانی که به طور مستمر از ایران با من تماس می گیرند همه می گویند تنها امید آزادی مردم ایران شما هستید. من بالاترین افتخار زندگیم همراهی با مجاهدین و عضویت در شورای ملی مقاومت ایران و حضور در مقاومتی است که مسعود و مریم آن را رهبری می کنند و هدف نخستش سرنگونی رژیم جنایتکار و ضد ایرانی آخوندهاست. من همواره به همه گفتم که یک اشرفی مجاهد هستم و اشرفی مجاهد خواهم ماند. باید بگویم همسرم آیدا در همگامی و همراهی با مجاهدین و شورا همواره پشتیبان و یار و همرزم و مشوقم بوده است. آندرانیک آساتوریان، اشرفی مجاهد، 21 بهمن 1393، 10 فوریه 2015. سلام به بینندگان سیمای آزادی، انشالله همه سلامتین، خوب. امروز این ساعت میخوام یه مقدار از برادر مسعودم، رهبر دانای مجاهدین، صحبت کنم. برادر، اون هدیه با ارزشی که برام فرستادی یک دنیا ازت ممنونم، سپاسگزارم. و بلافاصله که رسید دستم بوسیدمش، روزش گذاشتم رو چشام،
و بلافاصله همون دستوری که داده بودی آب خوردم توش. آیدام خورد. مسعود جان، من الان 20 ساله که این افتخار مجاهدت رو شما به من دادید. من وقتی پلو شما بودم، یادتون باشه که هست، به من این واقعا این افتخار رو به من دادید و من الان خوشحالم که با برادران و خواهران مجاهدم زندگی دارم میکنم. ما یادمون باشه که خواهری داریم به نام مریم. مریم تمام راه‌های دشوار رو، جاده رو، همون آرمانی که مقدسی که داریم با اون پاکسازی میکنه جاده رو. و ما هر چه زودتر به امید خدا به آرزو هممون به آرزو میخواهیم رسید، مملکتون رو آزاد خواهیم کرد. با یادمون نره، هیچ وقت هم یادمون نره، ما مجاهدین همیشه از صبح تا شب اسم تو رو میدیم. مسعود جان، قربون برادر عزیز خوب من، شما راهنمای خیلی خیلی دانایی هستی. عرض به خدمت شما که یه چیزی میخوام، این خیلی وقتی میخوام بسن بگم نشده. ببینید، خداوند، ما از خداوند چیزی با قدرت تر در دنیا نیست. خداوند مجاهد رو هدیه کرده به کره زمین. ما هدیه خداوندیم. با راهنمایی درست شما، با خواهر مریممون به این آرزو خواهی رسید. و یه چیزی بگم، ما مجاهدین اسم دنیا رو عوض خواهیم کرد. اسم دنیا خواهد شد کره آبی عشق و آزادی. کره آبی عشق و آزادی. و شما سردار ما هستید. انشالله که سایت همیشه سبار سر ما ملت آزادی خواه ایران باشه و مجاهدین عزیز منم که در لیبرتی هستن. بچه ها، شما یه خانواده من هستید، از کوچیک و بزرگتون گرفته خانواده من هستید عزیزان من. ممنونم، سپاسگزارم از این کس پرسیدین حالم چطوره. من حالم خوبه. من یه مجاهدم و باید کار دارم زیاد. من در وطنم باز خدمت کنم، باز به مردمم، و خواهم بود با شما. و روزی که با امید خدا خواهرمون مسعودمون رفتیم، تمام مجاهدیمون رفت در این میدان آزادی، باید پشت سر هم وایسیم و خوشحال باشیم اون روز که مملکتمون رو پس گرفتیم. خیلی خوشبختم با شما صحبت میکنم. قربون تک تکتون برم عزیزان من. من حالم خوبه آدرزم، حالم خیلی خوبه، هیچ چیم نیست. چون من همونجوری که بهتون گفتم من باید کار کنم، خیلی باید مردم هم خدمت کنن و میریم با هم دست به دست. راستی یه روز خیلی جالب بود برادر، با خواهر مریم این افتخار رو داشتم پهلوشون با کنارشون باشم. بعد به من گفتن، بهشون گفتم که من شما گرفتار خواهیم روزی که رفتیم به ایران، کارهای زیادی بایستی انجام بدید. من اونجا مثل این که یه مقدار بیکار خواهم بود. یک زمین رو پیدا خواهم کرد و اشرف دوباره اونجا میسازیم. بایستم بسازیم، حتما این آرزوی منه. و من چیزشم خاکش اونجا دارم، خاک و اشرف دارم. یکی از خوارهای خوب من از اشرف آوردن. چقدر خوشه این خاک همیشه رو پیانوی منه. بعد از خدمت شما که چقدر خوشحالم که مسعود جان، چقدر دوستت دارم من، خیلی دوستت دارم. همه ما دوست داریم ات، مجاهد، همه دنیا، همه دوستت دارن. عرض به خدمت که من
بارها گفتم این موضوع رو، ولی باز تکرار خواهم کرد. من 20 سال پیش، میشه گفت 20 شاید چند سال پیش، که من با مجاهدین شناختم مجاهدین رو و یک دل از صد دل عاشق این بچه های پاک شدم. مجاهدین میدونم، خودشون میدونن که من همیشه بچه ها رو پاک میدونم چون پاک هست. و یه چیزی همون چیزی که اول حرفم شد، صحبت شد، مجاهد گفتم از خداوند هدیه شده به کره زمین و چون ما خداوند همیشه با ماست، همیشه با ماست خداوند بزرگ. من چون همیشه از نظر اخلاقی همیشه خداشناس بودم و خدا برای من جای خیلی مخصوصی داره و ببینید من هر کاری کردم واسه ملتم خدمت به ملتم بوده، چون من همیشه عاشق ملتم بودم، همیشه عاشق ملتم بودم. و چون دیدم که مجاهد همین احساسی که من نسبت به مردم داره خودش هم داره، خودش برای آزادی مردمش می جنگه سالهاست و سالهاست. البته این سالها تمام شد، رفت، تمام میشه و ما موفق خواهیم بود به امید خدا. و عرض به خدمت شما که این بود که من به مجاهدین پیوستم و چیز جای راه دیگرم نداشتم. من جز مجاهد تو این دنیا نمیتونم با کسی باشم، چون فقط مجاهده که درست کارش، فقط مجاهده که پاکه، آرمان مقدسی داره که آرمان من هم هست. ببینید همون جوری که بارهم باز گفتم، یک هنرمند متعهد، یک هنرمند متعهد که به مردمش ارزش قائله، بی احساس نمیتونه باشه. تمام این هنرمندایی که ما در لیبرتی داریم همه با احساسن، پاکن، مجاهدن. این اولین شرط پاک بودنه، پاک بودنه، مجاهدن. و همون جوری که همه مردم دنیا میدونن مجاهد یعنی، مجاهد یعنی تحصیل کرده. همه بچه های من که در لیبرتی هستن همه تحصیلات موسیقی دارن در سطح خیلی بالا و احساس خوب دارن. این احساسی که 50% موسیقی یعنی احساس و احساسو پاک دارن نسبت به موسیقیشون. به خاطر همینه که من همیشه بچه های هنرمند لیبرتی واسه من خیلی مهمن، چون تمام این بچه ها هستن که فردای آینده مملکت من رو، موسیقی رو غنی خواهند کرد، موسیقی رو غنی خواهند کرد. و ما خیلی به اوج میرسیم. ما میرسیم به آمریکا، میرسیم به ایتالیا، فرانسه. موسیقیمون الان خیلی پایینه، فرهنگش پایینه. دوستان عزیز، بیننده عزیز، ما بعضی فکر میکنم، بقیده بنده فکر کنم ما بعضی وقت اشتباه میکنیم، میگیم سیاست، وطن پرستی و مردم دوستی که سیاست نیست که. من سیاست نرفتم سیاسی بشم، ما برادران خواهران مجاهدم رفتیم برای آزادی مملکتمون. سیاسی یعنی چی؟ سیاست یه چیزی کثیفیه. ما مجاهدیم، ما مجاهدین سیاست نداریم، ما قلبمون با مردمه، برای آزادی مردممون داریم میجنگیم. چه سیاستی؟ سیاست همونان که الان داره مملکت رو غارت کردن، اونا سیاسی هن. ما سیاسی نیستیم، ما وطن پرستیم، مردم دوستیم، مردم دوست داریم، آزادی مردم رو خواه. شما بزرگترین هنرمند های دنیا که واقعا هنرمند هنخ. ما ببخشین این حرف رو میزنم، مردم من به اینقدر احترام این مردم خودم دارم. ما هنرمند رو اشتباه داریم بعضی وقتا بگم. اشتباه است به یه خواننده میگه هنرمند. خواننده که هنرمند نمیتونه باشه، میتونه باشه در صورت که درس خونده باشه، تحصیلات کرده باشه در موسیقی. بله اون میتونه بگیم هنرمند بشه، خودش خلاقیت کنه.
ولی آخه هنرمندی که با مردمش نبود، باید ما با مردممون باشیم، مردمان که ما رو به اینجا میرسونن، به جایی میرسونن. ولی خب متاسفانه همین خواننده‌ای که الان رو اکران هستن، اصلا مردم براشون مطرح نیست، فقط پولا رو میخوان بگیرن و همین. این آخه این درست نیست برای اون مردم ما. مردم ایران ما یه دونن تو دنیا، بهترین احساس دنیا رو اونا دارن، احساس میکنن پاکن، خوبن. خب من هنرمند بخوام با اونا نباشم که خب هنر ندارم. پس من هنرمند متعهد بایستی با مردمش باشه، برای احترام قائل بشه برای مردمش، نبیاد خیانت کنه مثل بعضی همی خواننده که خودتون میدونی کیا هستن، میان خیانت میکنن، میرن با رژیم همکاری میکنن. و عرض به خدمت شما که میام، شما هم بازم میرین کنسرتاشون رو نگاه میکنین، این کار درستی نیست. فکر کنید مردم، فکر کنید به شما خیانت میکنن بعضی از این مثلا هنرمند های. هنرمند که نیستن، همونجور که گفتم. در اصل ما مجاهدین همه چیز رو درست خواهیم کرد در دنیا. خیلی کوتاست، رسیدیم بهش تقریبا. واقعا واژه کم میارم برای بچه ها، بچه های برادر خواهرای عزیز من در لیبرتی. بچه ها که میگم ببخشید منو، شما همه سروران من هستید. دوستان عزیز من، شما یک دونه اید در دنیا، یک دونه اید، نداری مثل شما. خدا حفظتون کنه، خدا پشت پناهتونه. همونجور که اول حرفام زدم، خداوند ما را انتخاب کرده برای این دنیا. انتخاب خداونده. مجاهد یعنی انتخاب خداوند. خداوند همیشه با ماست، همیشه با ماست. بالاترین قدرت دنیاست که با ماست همیشه. با یه رهبر دانایی مثل مسعود جان، برادر عزیز من، این خواهر مریم من، خرم همه ما. خودتون من میدونم چقدر شما خواهرمون رو دوست داری، چقدر این راه رو پاکسازی میکنن، چقدر از صبح تا شب زحمت میکشن. خب این نتیجه بایستی مثبت باشه، نمیتونه منفی باشه. باز میام همون حرفی که اول زدم، گفتم که ما همه هدیه خداوندیم. مجاهد من فکر نمی کنم، من مطمئنم که مجاهد همونجور که به تو گفتم مملکت آزادش رو خواهد دید به زودی، میبینیم. و اسم دنیا رو که گفتم عوض میکنیم، ما میذاریم دنیای آبی چی؟ عشق و آزادی. اینو من میبینم خودم، چون من یه آدم خدا پرستی هستم، همش تمام زندگیم با خداست و این برای من مسلمه، برای همه اون برای مجاهد مسلمه که ما ایران را خواهیم داشت آزاد، مسلمه. بیننده عزیز، خواهر برادر عزیز من، همه دنیا، ما همه فرزندان خدا هستیم. برای ما هر دینی جز خوبی چیز دیگه نگفته، چون انسانیت، جز انسانیت چیز دیگه نگفته. و ما همه خواهر برادران این زمین بایستی با هم عشق بورزیم، همدیگر دوست داشته باشیم، نه جنگی باشه نه چی. و اینم با دست مجاهد خواهد شد. مجاهدین این کار رو برای دنیا درست خواهند کرد. تمام ملت ما با هم بایستی دوست باشیم، با هم دیگر دوست داشت باشیم. مسیحی، مسلمان، هممون برادریم با هم. و مجاهد همه اینا رو درست خواهد کرد. ما همه فرزندان خداییم، کرد باشه، ترک باشه، ارمنی باشه، مسلمان باشه، همه ما خداوند ما رو آورده به این دنیا. پس برای ما نمیتونیم چیز دیگه باشیم. اگه خدا رو میپرستیم که همین چهار تا آخوندی که خدا نمیدونه چیه به این روز انداخته من بکت اونو، و
ما نمیتونیم جز دیگه باشیم، چون خداوندی نمیخواد از ما. ما بایستی با هم دوست داشته شویم، عشق بورزیم با هم و نه جنگی باشه، نه این باشه، نه اون باشه. و تو میتونی چی میگم دارم، چی میگم؟ شورای که من عضوش هستم، چقدرم میبالم به خودم که عضو شورای ملی مقاومت هستم، که رهبرم برادر عزیزم مسعوده و کسی که اونجا رو الان مدیریت میکنه خواهر مریم عزیزه. من جز خاطره از این جلسات، واقعا خاطره خوبی دارم از این جلسات، چون ما همه جور تومون انسان هست که با طرز تفکرهای مختلف است و ما به خوبی خواهرمون مریم چقدر این رو به راحتی اجرا میکنه. خودشم میدونم خیلی راحته اونجا، برای اینکه میدونه همه ما یک صداییم با هم، ایران آزاد. خب برای ما هیچ اشکالی با هم نداریم، هیچ اشکالی نداریم، اگر هم داریم که نداریم اصلا. ما از وقت صحبت های میکنیم، ساعت ها میشینیم با هم صحبت میکنیم، یک کلام بگم میگم شما، ما دموکراسی تو این جلسات، یعنی هیچی نمیتونی از کسی دیگر اذیت کنه. دموکراسی هر کی فکر خودشو بیرون میذاره و بحث میکنیم راجبش و به راحتی این حل میشه همه چیز. من واقعا خوشبختم که مجاهد رو دارم، این شورای ملی مقاومت رو دارم و انشالله که هر شب زود میریم به مملکتمون. باید بریم. همیشه